دیگری است و من هستم و یک سینه حرف، مجلس است و یک قطار یاران همدرد، و تریبون است و یک سخنرانی به قدمت و قداست سینمای درد کشیده ایران. مگر این سینما چند عزت الله انتظامی داشت که یکی از آنها را داریم راهی می کنیم؟ مگر یک موجود زنده، هر چند کم جان و رنجور، چند پدر دارد که داریم پدر سینمای من را به خاک می سپاریم؟ مگر در تمام این سینما چند بازیگر وجود دارند که بتوانند مشتسن را بازی کنند، که رخت بر بستن مشتسن من را به نظاره نشستیم؟ اتفاقا امروز روز سخنرانی است و روز تریبون. از خواب که بیدار شدیم، خواب دیدیم که عزت سینما رفته است. خواب دیدیم پدری که هر قدر قدر بودی به پایش نمی رسیدی، هر قدر کارگردانی می دانستی نمی توانستی تمام او را از درونش بیرون بکشی و به تصویرت بیاوری، هر قدر بازیگری خوانده و شنیده بودی نمی توانستی انتهای بازیش را بفهمی و مرز بازی و بازگشت به خود را در حرکات او حدس بزنی، و هر قدر تجربه داشتی مثل او نبودی و خیال مثل او بودن یا شدن را نیز به خودت راه نمی دادی. سراپا گوش می شویم پای صحبت بزرگ مرد سینما و تئاتر. سلام حضورتون و تشکر و قدردانی از این محبتی که فرمودید و تشریف آوردید برای بدرقه و وداع با هنرمند ملی ایران عزت الله انتظامی، هنرمند ملی ایران. چون متعلق به ملته و او از جان و روح خودش در نقش‌هاش دمید و نقش‌هاش رو تصویر و تجسم کرد، و این روح و جانی که در نقش‌هاش دمیده بود در دل مردم نشست و حک شد و ماندگار شد و ماند و میماند و جاوید است. او نمرده، او زنده است و کارهایی که کرد. آقای انتظامی، من انتظار نداشتم اینجا بیام برای تشریف. من میخواستم اینجا بیام با تو هم بازی بشم. یکی از اون کارهای دیگه‌ایه که داشتیم در اینجا اجرا کنیم. او از من میخواست یک شبی خیلی دور چندین دهه پیش، خونمون رو هم بود، همسایه بودیم، یک شبی که دور هم بودیم و من براش آوازی خوندم، گفت میخوام وقتی بردم سر قبرم تو آواز بخونم. باید بخونیم من چهرونم رو
دلم تنگ و زمین تنگ آسمون تنگ آخ فلک با بخت بودار سر جنگ فلک با بخت بودار جنگ جداری دستو بیا پایین، پوشی تو بیا پایین آقای محترم، پوشی تو بیا پایین که با روم شیشه بود هم صحبت و سر عزت جان، من وفا کردم به عهد خدا اما تو بد جوری بارو تنها گذاشتی اواخر دهی سی بود سال 38 یه تلویزیون در تهران اومد پخش خصوصی رو بود ما گروه هایی بودیم که جمع شده بودیم در یک جایی به اسم اداره هنرهای دراماتیک هنرهای زیبایی کشور نمیدونم چه سالی بود 38 یا 940 نمیدونم یک جوان پرشور شوختب اومد به جمع ما پیوست و با ما هم کار شد بعد از مدتی که موند و خوب مطالعه کرد من رو انتخاب کرد اومد تو گروه من اومد با من هم گروه شد و ما شروع کردیم به کار نمایش های هفتگی در اون تلویزیون اجرا می کردیم که انتظامی ستاره درخشان اون نمایش ها به خصوص نمایشنامه های ایرانی نمایشنامه های ایرانی که دکتر سعیدی می نوشت پرویز صیاد می نوشت خودم نوشتم مثل آلو و چند تا انتظامی درخشش استعدادش در این نمایش های ایرانی که اون زمان اجرا کردیم نشون داده شد و معرفی شد نه به ما بلکه به جامعه و وقتی سال 44 این تئاتر سنگلج تالار سنگلج باز شد ما کارهای صحنه‌ایمون رو هم شروع کردیم انتظامی کارگردانی میکردم بازی میکردم من بازی میکردم اون کارگردانی رامین پسرش اینجاست در یکی از این نمایش ها سال 44 رامین بچه بود بهترین بابای دنیا اسمش بود کاری بود از دکتر صاحبی من و مشایخی و همین رامین و اینها رو بازی میکردیم و آقای انتظامی عزیز من که الان انتخابیده کارگردان و نمایش آقای پرستویی خیلی خوب توصیف کردن راجع به درخشش استعداد انتظامی خودجوش بود نه خودجوش هم نبود جوشان بود یعنی سرریز میشد خلاقیت ازش جوشان مثل یک چشمه ای که میجوشه و سیراب میکنه جوشان و یکی از امتیازات بزرگش شوختب همه چیز رو با طنز و با طنازی و چقدر حاضر جواب یعنی یک خصوصیات یک استعداد درخشان بازیگری من به جامعه هنری تسلیت میگم به خانواده و پسرهای نازنینش تسلیت میگم به خانمش تسلیت میگم به جامعه هنری تسلیت میگم آقای فرسونی کامل کردن گفتن ما یک گوهر درخشانی رو در زمینه فرهنگ و هنر این مملکت و به خصوص کارهای نمایش از دست دادیم بد جوری تنها موندیم امیدوارم جوانهای ما نسلهای بعد از ما موفق باشند که انشاءالله دارن میشن
که بیان جایگزین شن، بیان کارهای درخشانی بکنن. البته هیچ کس جایگزین هیچ کس نمیتونه بشه، هر کس خودشه، ولی از لحاظ فرهنگی پر کنند خلأهایی که به وجود میاد. امیدوارم این اتفاق بیفته و کارهای خوبی ارائه بشه و آقای انتظامی هایی داشته باشید، ولی جایگزین ایشون البته کسی نیست. روان شاد. سلام. ما امروز همه اینجا جمع شدیم برای اینکه کسی رو بدرقه کنیم که بیشترین انرژی، بیشترین امید و بیشترین انضباط رو به ما توی حرفمون داد. با خودم فکر کردم دلیلی برای گریه کردن ندارم. برای مردی که 90 و چند سال با عزت، احترام و در اوج قدرت زندگی کرد. دلیلی برای گریه کردن نیست وقتی میبینی کسی برای همه عمر در تاریخ ملی یک کشوری ثبت میشه. من دلیلی برای گریه کردن ندارم وقتی که هر گوشه این شهر میچرخم نشانی از عزت الله انتظامی که عزت ملتی بود میبینم. از عزت الله انتظامی که همیشه اون رو آراسته میدیدی، همیشه منضبط و همیشه پر از انرژی. مردی که بیشترین دستور رو به کسانی داد که هرگز فراموش نمی کنن باید به بازیگر و به هنرمند احترام گذاشت. مردی که همیشه در صدر نشست و دیگران رو وادار کرد که او رو در صدر بشونن، او به عنوان حرفش، او به عنوان یک هنرمند، هنرمندی که هیچ گونه رقمی در این کشور به آدمی غیر از اون نخواهد خورد، او ثبت شد در تاریخ ملی این کشور. برای تاریخ ملی یک کشور هیچ وقت گریه نکنیم، خوشحال باشیم و آرزو کنیم مانند کسی زندگی کنیم که همیشه با عزت زندگی کرد. آقای انتظامی یگانه بود، اما راهی رو که گذاشت پیش پای همه ما و به همه ما درس دادیم که هنرمند در مقام والایی قرار داره اگر خودش این رو بر خودش قائل بشه و رعایت کنه و دیگران رو وادار میکنه که در موردش رعایت کنن که هنرمند نامیراست، همونطور که آقای انتظامی نامیراست. من در قلب خودم گریه میکنم، ولی با ملت ایران آرزو میکنم که همه هنرمندا عمری چون عمر عزت سینما ایران داشته باشن. اون چیزی که آقای عزت الله انتظامی رو تبدیل به یه هنرمند ملی و سرمایه اجتماعی ایران کرد چه بود و چه ویژگی در ایشون متمایز بود در واقع از دیگران؟ من بگم که این پاسخ این حرف شما واقعا احتیاج به سمینار و همایش و نگاه کارشناسی بزرگ داره، برای که این مسئله فقط در یکی دو کلمه خلاصه نمیشه. یعنی هم بعد فرهنگی، هم بعد اجتماعی، بعد انسانی و اصالت نفس هنر، همه اینا دست به دست هم بده تا در طول تاریخ یک کسی مثل آقای انتظامی شکل بگیره و ثبات پیدا بکنه و به این نقطه و جایگاهی که ما امروز ازشون میشناسیم برسه. حالا من خوشحال میشم حتما در یه فرصت مناسبتری مفصل صحبت بکنیم. الان فقط چیزی که میتونم بگم اینه که به همه هموطنان و همه همکاران و مردم شریف ایران تسلیت عرض بکنم. چون من هم در گذشت استاد بزرگوار چهره ملی و چهره فراملی رو به همه هنرمندان و همه ملت ایران تسلیت میگم. استاد انتظامی در فروتنی، در برخورد با دیگران، در جایگاهی که وجود داشت، هیچ کس باور نمی کرد که اینقدر این شخصیت شخصیتی فروتن باشه و بتونه با بزرگواری با همه و با رفاقت و دوستی برخورد بکنه. آقای انتظامی علاوه بر اون چی که در زمینه‌های هنری همه شاهدش بودن و میشناسن، اعتبار جهانی داره، در واقع در کنار اون شخصیتی بود که همواره خدمتگزار بود و به تمام کسانی که دست نیاز به طرفش دراز می‌کردن این دست رو رد نمی‌کرد. حالا چه این نیازها گاه به صورت مادی بود و گاه به صورت معنوی و حمایتی. استاد انتظامی هر ساله یک لیستی رو تهیه می‌کرد قبل از رسیدن به سال نو
از بزرگان و پیشکسوتانی که احساس میکرد نیاز به کمک‌های مالی دارند و سعیش بر این بود که با این لیست بتونه حمایت‌های را از جاهای مختلف بگیره و این حمایت‌ها رو بدون اینکه نامی از خودش باشه، بدون اینکه دیگران بدونن چگونه تهیه شده، واقعا به دست اون افراد میرسون. آقای انتظامی در خانه اطاعت هم همواره یاریگر ما بود و کمک‌های فراوانی به ما می‌کرد و یکی از کمک‌هایی که کرد با سازمان بهزیستی صحبتی کرده بود که ما در مرکز نگهداری سالمندان در ولنجک یک مکانی رو در نگهداری سالمندان اندیشه که 10 نفر رو میتونست پذیرش بکنه و به بهترین وجه به خدماتی بده و این خدمات رایگان بود، ایشون یه همچین مرکزی رو هم در اونجا برای چند سالی با کمک بهزیستی به وجود آورد و انجام داد. باز از خدمات دیگری که در این زمینه ها آقای انتظامی انجام میداد، یک نوعی بالاخره علنی شد و مشخص شد به خاطر اینکه به بازار تهران رفت برای جمع کردن کمک هایی برای زلزله زدگان و مسائل مختلفی رو در این زمینه ها آقای انتظامی در حقیقت انجام میداد. حتی یک نکته دیگری رو خدمتتون عرض کنم که خود من نمیدانستم و به من مأموریت داد به دلیل بیماری در جلسه ای که مربوط به مدرسه سازان خیر بود حضور پیدا بکنم و متوجه شدم در اونجا که آقای انتظامی با خیرین مدرسه ساز هم در این زمینه ها کمک میکنه و کارهایی که از دستش بیاد انجام میده. به هر حال اون چیزی که درون مایه یک هنرمند به عنوان یک انسان، یک انسانی که دیگران رو در حقیقت در کنار خودش و برادرانه و خواهرانه میبینه و خودش رو برتر از اونها نمیدونه و خودش رو جز اون جامعه و جز اون افراد میدونه و همواره سعی میکنه که در کنار اونها و خدمتگزار اونها باشه، علاوه بر تمام اون مسائل هنری و درگیری هایی که در کار هنر هست، مسائلی که بسیار وقتگیر هست خیلی از اوقات، ولی وقتهای دیگر خودش رو در خدمت مردم بود. دعوت میکنم با ما سخن بگوید آقای مجید انتظامی. مجید انتظامی، تسلیت، تسلیت. متشکرم که ما رنج تنها نذاشتید. 70 سال از پدرم میپرسیدم که راه نمایی میکنه برای بهتر شدن، برای مردم شدن، و او به من میگفت عاشق شو، مردم رو دوست داشته باش. به حرفاش فکر میکردم. بازم تقریبا چند ماه پیش که حالش خیلی بهتر بود به من گفتش که یک گرفتاری برای من پیش اومده بود، گذاشتم باش من سلام مصلحت میکردم. گفت نگران نباش، تو عاشق مردم باش، مردم بهت کمک میکنن. و من تمام تلاشم برای اینکه مردم رو دوست داشته باشم و همیشه داشتم انجام دادم. به من تمام این 2-3 ماه واقعا برای اینکه 5 دقیقه بیشتر نگرش دارم، مدام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این بیمارستان به اون بیمارستان، آزمایش به اینجا ببرد، اونجا ببرد، جواهری بود که من نتونستم نگرش دارم. شرمنده رو که حق به سعید به جا نهی برد. ممنون از اتون. انتظامی با هنر زیست، قدر این گوهر را شناخت،
هنرمندی خیش را ارزان فروشی نکرد. در انتخاب نقش دقت داشت، با نقش زندگی میکرد، به نقش جان میداد و از آن جان میگرفت. انتظامی در بیش از نیم قرن سینما، تئاتر و تلویزیون ما را مدیون حضور پررنگ خود ساخت. تا قرنها و قرنها حضور او را در قاب تصویر هنر ایران خواهیم دید. انتظامی نرفته است، او همچنان با ماست. ممنون. خدمت خانم سحر انتظامی هستیم، برادرزاده آقای انتظامی که خودشون اهل هنر هستن. خانم عرض تسلیت دارم خدمت. ضمن عرض سلام و تشکر از حضور همه هنرمندا و همه مردمی که تو این روز خیلی غم انگیز ما رو یاری میکنن، من فقط یه جمله راجع به عموی بزرگوارم میتونم بگم و اینکه ایشون به غیر از اینکه عموی من بودن و بسیار برای من عزیزن، مرد بسیار انسان دوستی بودن. من خیلی کنار ایشون بودم. ایشون همیشه برای همه قدم خیر برمی‌داشتن. امکان نداشت کسی پیش ایشون بیاد، از ایشون کمکی بخواد و ایشون قدمی بر نداره، کمکی نکنه. هم میگفت فردا صبح ساعت 10 صبح بیا با هم بریم اونجایی که کار داری، من کارتو برات درست می‌کنم. تلفن اون آدمی رو که باید به زنگ بزنی، باهاش صحبت کنی، به من بده، من زنگ می‌زنم صحبت می‌کنم. و من ندیدم یه همچین شخصی رو که علاوه بر اون وجهه هنری و سینماییش اینقدر مردم دوست باشه و با عشق برای مردم کار کنه. همین. والا قبل از هر چیز یک انسان والا بود. من سالیان درازی در خدمت ایشون بودم در هیئت مدیره خانه تئاتر و جاهای دیگه. ولی این فضیلت‌های شخصی و انسانیش به تنهایی نبود. یک آدمی بود که از بستر فرهنگ ایرانی برخواسته بود و به دلیل برخورداری از این فرهنگ بیواسطه، از تحتانی ترین اقشار تا بالاترین طبقات رو میشناخت. بازتاب عاطفی همه اینا در جسم جانش بود و میتونست با شناختی که به این ترتیب به شکل بیواسطه و به تن خیش به دست آورده، از هم مهمتر بیاری تکنیکی که در واقع من حیث المجموع همه تکنیک های نمایشی ایرانی بود، از پیش پرده خونی تا روحوزی تا نقشه جدی تا امروز تا تاریخی تا چی میدونم معاصر، همه در واقع تکنیک های هنر نمایش ایرانی رو میشناخت و همه اینا رو با خودش راست بخوای به سینما آورد. به گمان میکنم دلایل نزدیکیش با مردم همین بود، به مردم رو با همون فرهنگ مشترکشون تسخیر میکرد. چند نفر اینجوری داریم، آقای مشایخی، آقای نصیریان، اینا ترجمه ای نیستند، برآمده از فرهنگ دیگه نیستند، بلکه از دل ناب جامعه و فرهنگ خودشون برخواستند. بس هم مهمتر خیلی به این مردم احترام میذاشتن و من هرگز آقای انتظامی رو در یک موزه گیری ضد مردمی ندیدم. اینا با پیگیر کار کرد، اینم دلیل بعدیشه. مستمر 70 سال کار کردن چیز کمی نیست، ارج بسیار میخواد و مردم با قدردانیشون